با نام و یاد خدا دوره نویسندگی خلاق رو آغاز میکنیم. خب هر کس میتونه نویسنده خلاق و موفقی بشه و رویاهای خودش رو به منصه ظهور برسونه و چه بسا آثارش هم پرفروش بشه و خودش پرآوازه. قطعا همه شما مخاطبین عزیز که این دوره رو تهیه کردید میتونید این رویا رو داشته باشید و در همین درس اول هم آرزو میکنیم اون چیزی که خیرتون درش هست بهش نائل بیاد. اما به هر حال امکان شکست هم وجود داره، منتها میتونید تلاش کنید، بنویسید و منتها یه فکری که ممکنه ابتدا به ذهنتون برسه این هستش که خب نوشتن چه مزایایی داره و ما میخوایم در این درس در مورد مزایای نوشتن صحبت کنیم. ببینید، خب شما ممکن هستش که برید به یک سفری و وقتی که برمیگردید میگید که من میخوام یک چیزی بنویسم از اون سفری که رفتم، یا یه کسب و کاری دارید و به فکرتون رسیده که بیاید و کسب و کارتون رو رونق بدید، کسب و کارتون رو سر و سامان بدید. به هر حال دنبال یادگیری نویسندگی خلاق. اصلا بیاید از اینجا شروع کنیم که خداوند می‌فرمایند نون و القلم و ما یسترون، قسم به قلم و آنچه می‌نویسد. این مسئله چه چیزی رو داره نشون میده؟ اهمیت نوشتن رو. و ما توی احادیث و گفته‌های بسیاری از بزرگان می‌بینیم که این افراد در حقیقت نوشتن رو عاملی برای حفظ مطلب و به یادگار گذاشتن اندیشه‌ها می‌دونن. علاوه بر این چند موردی که گفتیم، یه چیز دیگه‌ای هم که نوشتن داره آرامشه. شما با نوشتن حالتون خوب میشه، بهتون آرامش میده نوشتن، براتون میتونه مثل نفس کشیدن باشه. پس کافیه که از همین جایی که هستید شروع کنید به نوشتن. این نوشتن میتونه خیلی راحت اوقات فراغت شما رو پر کنه و شما حس میکنید که چقدر روی ذهن و مغزتون کنترل دارید. و بعد وقتی که مثلا میاد خاطرات گذشتهتون رو مینویسید، حالا یه خاطرات تلخی رو دارید، حس میکنید چقدر احساس بهتری دارید، چقدر آرامش بیشتری دارید. حالا شما ممکنه مثلا بیاید توی فضاهای مجازی بنویسید، تو شبکه‌های اجتماعی بنویسید. و این خوبیش چیه؟ اینی که میتونید با دیگران ارتباط برقرار کنید و همین برقراری ارتباط هم میتونید در حقیقت یک جورایی تخلیه روح و روان برای شما باشه و اون بازخورده حتی ممکن هستش که راه‌های خلاقانه‌ای پیش روی شما قرار بده. علاوه بر همه اینهایی که گفتیم، یه چیز دیگه هم که هست تمرکزه. شما وقتی می‌نویسید حس می‌کنید که تمرکزتون داره بیشتر میشه. به قول پژوهشگران فرانسوی اعتقادشون این هستش که نوشتن تأثیر عمیقی روی یادگیری داره و این خب خیلی خوب هستش. حتی ما میبینیم که نوشتن میتونه جنبه درمانی هم داشته باشه، مثلا خیلی کمک کننده است برای بیماران سرطانی. و نهایتاً این که در مورد مزایای نوشتن میتونیم بگیم که شما با نوشتن میتونید خودتون رو بیان کنید، یعنی در حقیقت مهارت‌های ارتباطیتون رو گسترش بدید، برند شخصی برای خودتون داشته باشید. شما حتی وقتی که مینویسید خود اون نوشتنه، حالا توی یک فضای مجازی، توی یه شبکه اجتماعی، توی وبلاگ شخصی هست، تو هر جایی که باشه، خود اون برای شما یک رزومه خواهد بود. در این درس میخوایم از دیگران یاد بگیریم. میخوایم ببینیم افرادی که راه ما رو رفتن چی کار کردن، چه تجربیاتی دارن. مثلا فیلیپس در مورد حالا اون دوست داشتنش و اینکه حالا به نوشتن علاقه من بوده، ببینیم که چه چیزایی گفته و چه راه و روشی رو رفته، ما هم ازش ایده بگیریم، ازش الهام بگیریم. مثلا ایشون گفته من از نوشتن لذت میبرم، از اینکه پشت میز بشینم و داستان، شعر، نمایشنامه، آثار طنز یا هر چی رو بنویسم لذت میبرم. خب خود این میتونه بر ما یک ایجاد انگیزه باشه. یا اینکه ایشون مثلا عنوان کرده که من اگر واژه دقیقی که حالا در نظر دارم به ذهنم نیاد، فکرمو عوض میکنم، چیز دیگه ای مینویسم. و این میتونه برای مایی که در شروع راه هستیم یک چراغ راه باشه که ببینیم در بعضی از مواقع باید چطور گام برداریم. و یا اینکه ایشون مثلا عنوان میکنه که وقتی که به بنبست میرسیده و گیر میکرده، باید برگرده به عقب و بره سراغ سرچشمه‌ای که اولین بار الهام بخشش بوده. و قطعا همه اینها میتونه الهام بخش برای نویسنده های تازه کار هم باشه. و اینکه ایشون توصیه میکنن بنویسید و بازنویسی کنید و سخت کار کنید و اینکه شوق‌گذار باشید بابت توانایی بیانی که دارید. اصلا هر چندم که آخر کسی از نوشته شما خوشش هم نیاد، اصلا اشکالی نداره. چیزای دیگه که ما میتونیم از دیگر نویسنده ها یاد بگیریم چه مواردیه؟
خب میگیم یکیش پشت کارشون هستش. وقتی ما میریم داستان افراد مختلف رو میبینیم، داستانهای مختلفی رو میخونیم، متوجه میشیم که خیلی هاشون تجربه بارها و بارها رد شدن رو داشتن و نهایتا به موفقیت های بزرگی رسیدن و همین میتونه در حقیقت به ما یک انگیزه بده، میتونه به ما حس خوبی بده. باز یه موردی که ما میتونیم از نویسنده ها یاد بگیریم این هستش که بدون دلهوره بنویسیم، روی کاغذ شروع کنیم به نوشتن. چون وقتی میریم سرچ میکنیم و میریم میخونیم و میبینیم که بقیه نویسنده ها چطور بودن، میبینیم که نخستین دست نوشته های هیچ نویسنده ای بدون نقص نبوده. پس یاد میگیریم که خودمون رو درگیر زیباسازی پاراگراف هامون نکنیم و فعلا فقط شروع کنیم به نوشتن. مثلا ما میریم مطالعه میکنیم روی حالا کارهایی که نویسنده های دیگه انجام دادن، نگاهشون رو میبینیم که چطور به حالا اون نوشته ها نگاه میکنن. مثلا یک مدرس روزنامه نگاری توی یک مؤسسه که کار میکرده گفته مطالبی که مینویسیم در حقیقت باید به کاملتر شدن تصویر جهان و درک بهتر حقایق کمک کنه. خب ما میگیم که ما به عنوان یک فردی که داریم این جمله رو میخونیم چه چیزی میاد تو ذهنمون؟ میایم به خودمون میگیم پس من نویسنده باید سعی کنم موقع نوشتن از خودم بپرسم که این مطلب قراره روی چه کسی اثر بذاره، چه جوری تأثیر گذاریش بیشتر میشه، از چه دیدگاه دیگه میشه به این مطلب نگاه کرد و حالا دیگر سوالات این مدلی که احتمالا موقع نوشتن به ذهن یک نویسنده میرسه. اما یک مورد دیگه ای که وجود داره این هستش که وقتی ما میریم داستان‌های مختلف از نویسنده‌های مختلف رو میخونیم، مثلا میبینیم که خانم ریکو نهایتاً یک نظریه جدیدی داده. مثلا ایشون اومده حالا توی اون دوره دکتری خودشون یک مقاله رو از یک جراح اعصاب میخونه و اون مسئله در حقیقت رابطه بین عملکردهای متفاوت دو نیمکره مغز بوده و با حالا خلاقیت و این مسئله براش جالب میشه. نهایتا به کجا ختم میشه این مسیر؟ این مسیر یک راهیه برای اینکه بیان و شیوه خوشه سازی رو توی نوشتن خلاق مطرح کنن. پس ما میتونیم در حقیقت این ایده رو بگیریم، این انگیزه رو بگیریم، این فکره رو بگیریم که هر چقدر ما عمیق‌تر و پرملاتر کار کنیم ممکنه به چیزای جدیدتری هم برسیم. مورد بعدی که ما میتونیم در مورد یادگیری از دیگران در موردش صحبت کنیم مربوط میشه به فضای مجازی، که مثلا وقتی ما میخواییم تو فضای مجازی بنویسیم متوجه میشیم که باید مینیمال کار کنیم، باید مخاطب پسند کار کنیم، باید نقد پذیر باشیم و یا اینکه ما توی کلن نوشته هایی که داریم و میخواییم شروع کنیم به نوشتن به عنوان یک نویسنده تازه کار اصلا میتونیم بیاییم و از نوشته های دیگران در حقیقت استفاده کنیم. به چه صورتی؟ خب ما میگیم کلن به عنوان یک نویسنده تازه کار اصلا خوبه که توی برنامه مطالعاتیمون بیاییم و در حقیقت آثار دیگران رو بخونیم. چون هر اثری از یک زاویه‌ای داره به جهان نگاه میکنه و این میتونه برای یک نویسنده لازم باشه. بعد بیایید تمرین کنید. بیاید تمرین کنید مثلا چطوری یک داستانی رو که حالا خودتون ازش خوشتون میاد و اون رو دوست دارید بیاید و شخصیتاشو در نظر بگیرید از یک زاویه دیگه بنویسید، یا اصلا ممکن هستش که شما برید یه شعری بخونید میبینید که چقدر داستانش قویه و من دوست دارم اون رو به نثر بنویسم، یا اینکه شما ممکن هستش که بیاید و در حقیقت برای توصیف شخصیت ببینید که نویسنده های دیگه چطور از صور خیال استفاده کردن، از تخیل هایی که داشتن، حالا اون تشبیه و استعاره‌ای که داشتن ببینید که چطور استفاده کردن. میخوایم با ابزارها و نیازها آشنا بشیم. خب ببینید، ما ابتدا میخوایم خلاقیت و نوآوری رو بشناسیم. میخوام ببینیم که خلاقیت و نوآوری در حقیقت چی هستش. خب ما هممون میتونیم خلاقیت داشته باشیم. در حقیقت ما میتونیم موضوعها رو به شیوه نو و جذاب ارائه بدیم. حالا خلاقیت توی نگارش هم مثل خلاقیت تو هر حوزه دیگه ای، حالا میخواد خیاطی باشه، میخواد کشاورزی باشه یا هر چیز دیگه‌ای، به معنای خلق چیز جدید یا باز آفرینی چیز قدیمی هستش. یعنی وقتی شما خلاق باشید چیکار میکنید؟ میتونید بیاید چیز متفاوتی رو ایجاد کنید، نوع ایجاد کنید و همون بشه برند شما، بشه کار خاص شما. حالا ممکن هستش که این سوال به وجود بیاد که اگر من بخوام خلاق بشم یا خلاق باشم باید چه کارهایی انجام بدم؟
خب ما میتونیم بگیم که بیایید و از مسیر جدید عبور کنید. اگه همیشه از یک مسیر خاصی میرفتید، این دفعه از یک مسیر جدیدی عبور کنید. با هنرها بیشتر خودتون رو عجین کنید. از یه منظره خاصی بیاید و عکس برداری کنید، آشپزی کنید، نقاشی بکشید و کلا کارهای این